بعد از 737 روز بازداشت به اصطلاح موقت و شکنجه و تهدید و ارعاب، جلسه آخر دادگاه علی و امیر حسین رو هفته گذشته برگزار میکنید و تو همون جلسه قاضی خودتون تمام اتهامات وزارت اطلاعات رو فاقد سند و مدرک میدونه و میگه علی و امیر حسین رو با قید وثیقه آزاد میکنن، ولی نمیذاری. چی تو اون جلسه روز بعد دادگاه بین رؤسای وزارت اطلاعات و قاضی میگذره که دار و دسته اطلاعات قاضی خودتون رو مجبور میکنه که حرفش رو عوض کنه و حکم 16 ساله صادر کنه؟ چقدر تناقض توی این پرونده وجود داره که اون اتهامایی که وزارت اطلاعات به علی و امیر حسین میزنه عیناً به افراد دیگه هم زده؟ مثلا چطوری میشه که اتهام تخریب و تحریق بنیاد شهید و به یه آقای زدین، دستگیر کردین، اعتراف گیری کردین، محاکمه کردین، الان هم تو زندان داره حبسشو میگذرونه، بعد دقیقا همون اتهامو به علی و امیر حسین میزنید؟ یا چطوری میشه که دوتا خانومو با اتهام تخریب یه پایگاه بسیج دستگیر میکنید، بعد همون اتهامو دقیقا به علی و امیر حسین میزنید؟ دادگاه چطوری این تناقضات رو نادیده گرفته؟ اگه علی و امیر حسین این کار رو کردن، پس چرا اون سه نفر رو آزاد نمی کنید؟